سلام، من فاطمه زیبایی هستم از پایگاه خبری ایران اکونومی. در حاشیه 24 دوره از نمایشگاه رسانه ایران در خدمت آقای شاه حسینی از سینما پرس هستیم. سلام آقای شاه حسینی. سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون. در خدمتتون هستم. میشه لطفا راجع به سینما پرس توضیح به ما بدین؟ سینما پرس اولین خبرگزاری تخصصی حوزه فرهنگ و هنر و مشخصا سینماست. به جهت اینکه سینما هم اساره‌ای از تمام هنرهای دیگه محسوب میشه و تمام هنرها در سینما ورود دارن، لذا ما یک جامعیت نگر رو در عرصه فرهنگ و هنر در خبرگزاری مد نظر داریم و یک کلیت فضای فرهنگی و هنری رو پوشش قرار داریم. خیلی عمالی، مرسی. آقای شاه حسینی، آینده هوش مصنوعی توی رسانه شما چطور ارزیابی میکنید؟ خب پدیده هوش مصنوعی یک پدیده‌ایه که خب خیلی ها خودشون رو در مقابل اون بیچاره فرض کردن و فرض میکنن و یک مقدار هم به دلیل عدم اطلاع کافی و جامع از فرایند و کیفیت این پدیده جدید موجب شده یک مقدار یک به عنوان یک قول و یک امری که قرار است جایگزین انسان لحاظ بشود مورد توجه قرار بگیره. به نظر من واقعیت امر این نیست. هوش مصنوعی فاقد اون وجوه لازم برای تفکر آفرینیه، یعنی هوش مصنوعی تفکرات موجود رو تحلیل هایی میتونه مبتنی برش ارائه بده، اما خودش نمیتونه تفکر آفرین باشه. لذا نقیصه‌ای که حالا میتونه کلیت فضای حالا مجازی رو شامل بشه و همون فکر آفرین تولید تفکر هستش، این به تبع اولاش در بحث هوش مصنوعی موضوعیت پیدا میکنه و به هیچ عنوان از دیدگاه من جایگزین انسان نخواهد شد. اگرچه تو بحث رسانه ها موجب میشه که خیلی از رسانه هایی که کار کپی انجام میدن و تولید فکری ندارن رو جایگزینش بشه، جایگزین خبرنگارانی که کپی میکنن و تولید کپی انجام میدن جایگزین این افراد بشه، اما به هیچ عنوان جایگزین رسانه‌های حرفه‌ای و خبرنگاران حرفه‌ای و تحلیلگران رسانه‌ای نخواهد شد. بله، خیلی عالی، مرسی ازتون. و اینکه شما از ابزارهای دیجیتال به روز دنیا استفاده می‌کنید؟ ابزارهای به روز یک بودش بودهای تکنیکی هستش که خب حالا ما یه مقداری استفاده از بودهای تکنیکی نما خیلی های دیگه وابسته به بحث هزینه کرد و بودجه های خاص هست و به روز شدن این قضیه ورود یک سری از ابزارالات به روز نیازمند هزینه های خاص خودش هستش که بعضی از رسانه ها بضاعت این قضیه رو ندارن. و دوم بحث استفاده از ابزارهایی هستش که حالت سوشال مدیا فراهم کرده به صورت عمومی و در دسترس هستش، اون هم حالا به واسطه اینکه ما دچار یک مشکلات فیلترینگ هستیم، اون هم باز محدودیت در رسانه‌ها ایجاد می‌کنه و یک مقدار تبعیض آمیز هست. یعنی ما الان یکی از دغدغه‌هامون و صحبت‌هامون اینه که میگیم خب یه سری از این شبکه‌های اجتماعی فیلتره. خب وقتی فیلتر هستش یعنی ما طبق قوانین داخلی کشورمون حق استفاده از این شبکه رو نداریم. خب چگونه می شود که یک سازمانی و نهادی تو اون شبکه است؟ روادونی سازمان و نهادها تو اون شبکه هستن. و خب اگر قرار است استفاده بشه، خب همه باید استفاده کنن. اگر قرار هم نیستش استفاده بشه، در درجه اول اون نهاد و اون ساختار و اون سازمان حاکمیتی هستش که خودش رو باید موظف بدونه به عدم استفاده از اون. وگرنه یه نابرابری صورت میگیره. شاهد این نابرابری توی استفاده از ابزارهای سوشال مدیا هستیم. تو بُعد تکنیکی هم خدمتتون عرض کردم بحث بودجه‌های خاصی که میطلبه این امر، حالا ما در حد بضاعتمون حالا فراهم‌های خاص خودش رو داشتیم و از این ساختمون اون شکل. خیلی عالی.